با سلام و سپاس از مهمان محترم و دانشمند و دوست بزرگوار کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا و عضو هیئت مدیره کویا از فیلادلفیا خانم دکتر کاملیا علوی که همکاری نزدیکی با ما دارد دوستان و سرورانی که در این برنامه ها با شرکت و پشتیبانی از ما باعث خوشنودی و شرف ما می شود به اطلاع میرساند که کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا مرکزی غیر سیاسی، غیر مذهبی، مستقل و صرفا فرهنگی است و با کمک های مالی ایران دوستان و حق عضویت اعضا به مدت 36 سال است که به فعالیت خود ادامه داده خانم دکتر کاملیا علوی در احواز به دنیا آمده و پس از اتمام دبستان به تهران نقل مکان کردم و از دبیرستان مرجان فارغ تحصیل شدم. دوره لیسانس رو در دانشگاه ملی که شهید بهشتی کنونیه در رشته اقتصاد و علوم سیاسی فوق لیسانس از دانشگاه تافس در رشته اقتصاد و دکترا از دانشگاه رنسلر در تروی نیویورک رنسلر تکنیک انستیتوت در رشته managerial economics دریافت کردن و مدت چهل سال در دانشگاه تمپل در فیلادلفیا تدریس کردن دکتر علوی پس از اون یعنی نه پس از اون در هنگامی که در دانشگاه تمپل درس میدادن دادن مستر آف فامیلی رو گرفتن از دانش از فامیلی انستیتوت آف فیلادلفیا و بعد مدارک مشاوره سه مدرک مشاوره در سایکو برای بزرگ سالان، برای نوجوانان و برای کودکان از سایکو انالیتیک سنچر آف دریافت کردم و سی سال در این رشته فعال هستند. دکتر علوی بیش از چهل ساله که در موارد مهاجرت و مسائل روانشناسی فامیلی و فرهنگی فعالیت های اوتریچ میکنن و مسئول برگزاری و برنامه ریزی های سمینار های متعدد در مسائل روانشناسی و روانکاوی میباشن ایشان امروز درباره تعصب و عواقب اون صحبت میکنن و این چهارمین بار است که ما از حضور ایشون کردیم که ما رو مفتخر کنن از طرف کانون فرهنگی ایران اتلانتا و کمیته فرهنگی از شما بین نهایت سپاس که دعوت ما رو قبول کردین و ما سراپا گوش هستیم خواهش میکنم بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان امشب یک تشکراتی لازمه میگن شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از, تن... از کفت بیرون کند اولا تشکر میکنم از کانون که یک ارگانیزشن بسیار متین و واقعا نمیدونم چه لغتی به کار ببرم بسیار آموزنده و این چهار سالی که من به وسیله زوم با کانون آشنا شدم واقعا خیلی زندگی من لطیفتر و بهتر شده یعنی این استیمیلیشنی که در مغز لازمه به خصوص در این سنا واقعا خیلی به من کمک کرده. از اوین که وقتشون رو گذاشتن شب از آقای دکتر هیدری که با ابتکار هنرنمایی خودشون یک چنین فلایرای درست میکنن که هم از نظر رنگامیزی هم از نظر هنری بسیار قشنگن و به خصوص اکسا و نقاشی هایی که اینشون میذارن به این فلایر اگه شما موضوع کنفرانس هم نخونید از روی اون عکس ها میتونید تشخیص بدید که عنوان اون سمینار چی هست صحبت و این من ازشون متشکر. و اما the last but not the از خانم دکتر ورزگر من متشکرم که یک منو آشنا کردم با کانون و به قول معروف به من یک اعتیاد خیلی خوبی دادن که کانون دوست ارجمند من منتور من حامی من که من هر مسئله ای دارم با ایشون رجوع میکنم البته چند تا از منتورهای دیگه منم اینجا هستن از جمله دکتر اسعد و واقعا زحمات ایشون رو من خیلی قدرشون رو میدونم به خاطر اینکه این, برنامه هایی که تنظیم میشه واقعا همه ما رو به هم وصل کرد خب بریم سر صحبت راجع به تعصب من یک لیست کوچولویی بدم که امشب قراره چی کار بکنیم ما راجع به تعصب میخوایم بپرسیم تعصب چی هست و چجوری بروز میکنه و بعد چطور انسان ها متعصب میشن چه عواملی باعث تعصب میشه و انواع تعصب راجبه چه مسائلی مردم متعصب هستن و نتایج تعصب چیه فراورده های که تعصب میاره به تو جامعه و افراد چی هستن و به اصطلاح چطور ما میتونیم مبارزه بکنیم با تعصب بعد یه مقدار من طبق عادتم که <تصح> یه سری آمار و اطلاعات واقعی رو بدم بر اساس تو، تحقیقاتی که مؤسسات معتبر دادن و بعد یه مقدار مقایسه کوچیکی بکنیم راجع به کشورهای مختلف میزان تعصبایی که در این کشورها هست و اگر وقت بشه چند جمله هم راجع به غیرت صحبت کنیم برای اینکه من در این دیکشنری فارسی که میرم دنبال این لغات میگردم خیلی وقتا میبینم که برای یک موضوع چندین معنی گذاشتن ولی غیرت مثلا بی که من خونده میدم غیرت هم جز در روی که غیرت با تعصب فرد اگه به شه توضیح کوچیک میدیم زمنان استادان زبانشناس ما هم اینجا هستن و من امیدم اینه که به من کمک کنن در این مورد و منو تحصیل کنن خب تحصیل چیه؟ تعریف های مختلفی رو در به اسطلاح کتاب و مقالات مختلفی نوشته شده من یه مختصریشو میگم تعصب یک احساس یک عقیده است یک گفتار و رفتاره که میتونه مزر باشه بعضی وقتا هم بعضی تعصبای کوچیک کوچولو به قول معروف ممکن قدم مزر نباشه مثلا یه مثال بنده سالی مادرم متعصبم دوستش دارم و دوست ندارم کسی راجبش بد کنه خودم هم آگاه هم به اشکالاتش احتیاجی نیست کسی بگه ولی اگه یکی بیاد توهین کنه حالا مادر منم که رفته چند ساله به مادر من توهین کنه خب به قول آمریکایی رگ تحصیب من به حرکت دارد خب یه چیز خیلی کشنده و چیزی نیست و این احساسات و این تعصبی اگه اسمشو بخوایم بذاریم یک نوع مثل استریوتاپ یا کلیشه میشه که خیلی وقتا واقعا نمیشه ازش دفاع کرد غیر قابل دفاعه و واقعا از یکی از ریشه هاش هم میتونه که عدم دانش و اطلاعات باشه یعنی اگه یکی به خودش اجازه بده به مغزش احترام بذاره و بره راجع به یه موضوعی خیلی پرپا قرصه براش و خیلی تعصب داره بهش تحقیق کنه ممکنه ببینه که اینجوری هم نیست و این تعصب شدید این شخص ولی خب اینو میبینیم که خیلی ها میترسن این کارو بکنن چون اگر برن اطلاعات پیدا کنن و این تعصبشون رو تا حدی از دست بدن احساس ممکنه خلا بکنن و دلایل دیگه که ما بعدا میاد ترس و سری استثناعات میشه و باعث میشه یعنی که به یک طرفه قضاوت کردن و صحبت کردن حالا میتونه تعصب به یک افرادی باشه تعصب به یک گروهی باشه تعصب به یک ایدئولوژی باشه و به طور مثلا تعصبای دیگه مثل تعصب بر این باشه که زن مثلا کمتر از من مرده و روی این پافشاری بشه و سخنها گفته بشه این نوع تعصبه و, و, از نظر خیلی ها فکری ممکنه باشه تعصب میتونه به رنگ پوست باشه به فرهنگ باشه به نژاد باشه به به اصطلاح سکشوال اورینتیشن باشه یعنی یه شخصی که گی باشه بهش میشه تعصب هستن کسانی که بکنن و تعصب نسبت به سنم میتونه باشه که مثلا این آدمای سن چیز سرشون نمیشه یا این خیلی جوونی یا هرچ به هر حال به مسائل مختلفی حتی میتونیم تعصب به یه مکان داشته باشیم یکی بیاد مثلا بگه اهواز مزخرف شهر دنیاست میتونیم من بهش بهرم یا کی بیاد کرمان اشکال داره خام دکتر ورزیگر رو آقای دکتر ای بابا چرا من یه دفعه قاطی کردم بله خودشون اینجا فرخی. هست بر <تصفح> خب ناراحت میشن دیگه شهرشون اونجا به دنیا اومدن نه که یه سری از این تعصبای کوچیک رو میشه آدم به قول معروف قبول کنه ولی خب یک جوره تعصباتی هست که خانمان سوز ممکنه باشه درسته حالا تحصیل چجوری بروز میکنی؟ چطور شما میبینید که یه کسی متعصبه یا نیست؟ اولا به صورت خیلی واضح ممکنه باشه یعنی خیلی راحت یکی بگی که من از این آدم رنگ سبز خوشم نمیاد اینا مثلا تنبلن یا اینا اینن یا اونجوری هن. به رنگ پوست آدم واضح یه سریب تعصب هست که به صورت ناآشکاره توی زمیر ناخداگاه آدمه یعنی ممکنه من فکر نکنم آدم متعصبیم ولی یک حرکاتی میکنم یک صحبت میکنم که بوی تعصب رو میده به طور مثال شما میرید سوار قطار میشید میبینید یه خانم یا آقایی که مثلا رنگی سبز برفس میاد میشینه پلوی بارها من متوجه شدم که یکی که اون بغل میشه پا میشه میره جای دیگه میشه این یک آنکانشز و یا در زمیر ناخده این شخص یک تعصبی نسبت به این شخص داره به خاطر ها رو رنگ پوستش یا طرز لباس پوشیدنش یا هر چیز دیگه ای یه نوع تعصب که این هم بشیم تعصب ناشکار توی رفتار و گفتار و کردارمون ممکنه نشون داده بشه و خودمونم حتی اونقدر متوجه نباشیم یک نوع تعصب تأثیب، تعصب های گروهی و سازمانیه که ما میان به یک گروهی به یه عده ای متاسب میشیم و یا به یه سازمان حالا یا تعصب منفی پیدا میکنیم یا تعصب مثبت یعنی یا طرفدارشون میشیم یا مخالفشون و مسئله تعصب یکی از چیزاشه که من حالا بیشتر توضیح میدیم بعدن اینه که شخصی که مورد تعصب قرار میگیره ضررایی که بهش وارد میشه اینه که ممکنه اعتماد به نفسش رو از دست بده یعنی واقعا باورش بشه که این بیلیاقت یا تنبل یا ارزش نداره در اجتماع و یک سری افکار و عقاید منفی حتی نسبت به خودش پیدا بکنه به قول معروف میگن internalizing prejudice یعنی حتی نسبت به خودش هم بدبین و پروژیزیس میشه و کاراش و اعمالش افراد مختلفی راجع به تعصب نوشتن به خصوص من چون روانشناسی و روانکاوی بیشتر چیز بودم مطالعاتی که داشتم بیشتر درون بوده ولی امشب خیلی نمیخوام مسائل روانشناسیشو بگم این مسئله جامعه شناسی هست نواجه تعصب روانشناسی هست اقتصادی از خیلی مسائلی هست که پشت این تعصبای ما هست و یه شخصی به نام سلمان ال تای ایشون خیلی راجب به تعصب روانشناس روان, شناس روان پیزش هستن خیلی راجب به تعصب مطلب نوشتن استادان دیگه هم هستن دکتر سلمان اختر هست و خیلی کسان دیگه ای که من لیستشو دارم اگر کسی دوست داشته حالا که میخوایم از خودم بکنیم اینه که آیا تعصب تو بایولوژی ما هست؟ وقتی ما به دنیا میایم آدم های متعصبی هستیم یا اینکه این یک چیزی اکتسابیه یعنی در محیط ما اینو میگیریم خیلی مسئله پیچیده ایه میشه ما صحبت نیچر و نیرچر میکنیم یعنی آیا یه چیزی با ما به دنیا میاد یا یعنی اینکه چیزی رو ما یاد میگیریم اکتساب میکنیم در محیطی که هستیم خیلی پیچیده است این مسئله به خاطر اینکه از نظر بیولوژی اگه نگاه بکنیم بشر یک به خاطر تنازع بقای خودش و یک ترسایی که بهش وارد میشه ممکنه احساس کنه که به خاطر بقای خودش این یه گروهی هستن اینا که ممکن خطرناک باشن و اون حس تنازع بقا باعث میشه که احساس منفی است و از طرفی انسانها رو بهشون میگن سوشال انیمالز یعنی انسانها دوست دارن متعلق به یک گروهی باشن به یه چیزی باشن و در نتیجه خداگاه وارد یه گروهی ممکنه بشن و توی اون گروه کم کم یه چیزایی رو یاد میگیرن به یه چیزای علاقه من میشن حالا اگه اون گروه گروه نجات پرستی باشه یا گروه متعصبی باشه به یه مسائلی حالا هر مسئله که هست این هم کم کم به قول معروف در اون وارد میشه و یاد میگیره و عادت به طور کلی خیلی معتقدن که این تأثیر چیز اکتسابی بیشتر ولی ضمناً از در هم میگن اونم میتونه باعث بشه و همونجور گفتیم بایولوژی سروائیوال از بابت مثلا دیولوپمنت بشر از یه نقطه به نقطه دیگه که هرچی دیولوپ پیدا کرده یه مقدار علاقش مختلف. مختص شده به چیزایی یا ترساش نسبت به چیزایی و بعد وقتی اینا وارد این گروه میشن گروه ها هرچی که هستن احساس میکنن محیط امنی براشون درست شده و اینا ازش دفاع میکنن منافعش رو در نظر میگیرن و اینا اگه وفادار باشن به این گروه که حالا مخالف گروه ها یا هرچی هستن این به نفعشونه مزایایی داره Uh, وقتی ما در یه محیطی هستیم و یک چیزایی هی تکرار میشه تکرار میشه تکرار میشه گفته شده که این حتی کمیکال مغز ما رو سیم کشی ما رو تا یه حدی تغییر میده uh, سالها پیش یه روان پزشک به من گفت که اینایی که میرن AA میتینگ الکوهالیک انانیمس و یا GA Gambling Anonymous یا سکس Anonymous یا Narcotic Anonymous بعد یه مدتی اینا کمیکال مغزشون این مقدار عوض میشه و اینا در واقع مثل حالت شاید یه برین واشی چیزی باشه که اینا معتقد میشن به اینی که نباید دست به این مدواد بزنن آقای دکتر معانی الان اینجا تشریف دارن اگه چیزا ایشونم هم در این مورد توضیح بدن و این رو آزمایش هایی که شده اونجوری که من خوندم چنین چیزی هست ببینید این ریوارد سیستمی که آدم تو مغزش داره در یه چنین گروهی هر گروهی که بره که اینا با هم حرف بزنه هیجان باشه بگن آره اینه اینجوری اونجوریه این کم کم میره توی روانشون توی وجودیتشون و چجوری دیگه میدیا شما ببینید اخبار اینترنت اینا خیلی اثر زیادی دارن روی افکار ما و تصمیمات ما و علاق ما و عضو یک گروه شدن ما و این خودش خیلی مهم دیگر این تجارب شخصی شما ببینید اگه تو خیابون راه میرید یه اون آقایی که پوستش بنفشه بیاد مثلا جیب شما رو بزنه یا یه حمله به شما بکنه این ناخداغا میره توی مغزتون توی تون، و احتمال داره اگه یه آدم سبز رنگی دیگه ببینید داره میاد تو خیابون شما برید اون دست خیابون چون یه خاطره مش... بدی دارید از اون شخص یا از اون تیپ شخص یا از اون رنگ شخص یا از اون شخص با اون طرز لباسش و غیر و دلایل دیگه مثلا تحصیلاتیه که مردم میگیرن من این مثال براتون میزنم من یه خانمی میومد که البته الان مریض دیگه نمیتونه بیاد میومد آمریکایی اول امریکن آمریکایی نظافت بکنه کمک بکنه به خونه و این خیلی با ما دوست شده بود و درد دلاش میکرد مشکلات زیادی داشت و خیلی با ما علاقه من یه روزی اومد گردگیری کنه من یه کتاب خیلی بزرگی دارم خیلی قشنگه راجب ایران اکسا و عکس مدارس و غیره بود کتاب خیلی قدیمی البته شاید شهست سالش باشه این کتاب شروع کرد میگو من میتونم این کتاب رو نگم بله بفهم کتاب شروع کرد به ورق زن واو واو منم تو آشنا اومدم میگم چیه گفت من نمیدونستم که ایران مثلا ساختمون هست ماشین داری من فکر میکردم شما با شطور میرید آدمای وحشی فلان و بیسار ولی و شما رو که ایدم اصلا تعجب کردم شما اینجوری رسیدم گفتم چرا تو اینجوری فکر میکرد گفت برای که تو کتابامون بود دقت کنید به خصوص بعد از هاستیت کرایسیز و اینا طرز فکر خیلی ها تقریبا عوض شد نسبت به ایرانیا یا گروه دیگه چند وقت بعد پسرش او بود که باخچه رو برای من کمک کنه پسرش صدا گفت بیا اینجا کتابر گذاشت جلوش ورق زد بهش نشون داد گفت ببین این چیزایی که تو به یاد دادن گفتن همه بیخود بوده ببین ایرانیا اون خونشون مرتبه رفتارشون اخلاقشون محبتشون احترام گذاشتنشون اینم ماشیناشون خونههاشون یعنی ایجوکیشن حالا شما اگه تو فلوریدا باشید یه سری کتابا و مجسمه ها و غیر و زالک رو اجازه ندارید درس بدید خب این باعث چی میشه باعث بایس شدن میشه باعث این میشه که اون بچه که در اون محیط داره بزرگ میشه باورش بشه که یک چیزایی که الان متداول در همه دنیا چیزای هنری یا خیره اینا همه غلطه و اون بچه معتقد میشه به چیزای ناجو حالا این مسئله رو ما صحبت کردیم که چجوری مردم متاسب میشن روش های دیگه مدل دیگه هم هست که اینکه که بعضی ها اصلا در زمیر ناخداغایشون بایستن یعنی همیشه یه طرف مسائل رو نگاه میکنن یا تنبلن برن یه تحقیق کنن و یا یه دنبال یه دلایلی میگردن که بگن ما درست میگیم اونا غلط میگن ببین این مسئله ما و آنها خیلی از ما من نمیگم شما ها نه اینجا من خودم به بچه هم اول میگفتم نه ما ایرانی ها این کار نمی کنیم این امریکای اون کار ما بهتریم و بعد بعدا که دیدم که داره مس مشکل برای من درست میشه در رابطم با بچه هم این بود که رفتم تو این رشته ایمیگریشن و به اصطلاح روانشناسی و غیره که بفهمم چه،, چه داره میگذره خب بچه بیچاره چی میگه میگه خب تو اگه نمیخوای تو این فرهنگ من بزرگ بشم کار اینجا رو بکنم خب چرا اصلا اومدی اینجا همونجا ما نگه میداشتی وقتی شما اومدید اینجا باید خودتونم تطبیق بدید با محیط درسته اینی که مسئله ای که ما همیشه خیلی هم هنوزم گفته میشه ما بر علیه اونا اونا بلد نیستن زنی ما بلدیم اونا مهمان نواز نیستن ما هستیم و این باعث تفرقه و جدایی و تعصب میشه درسته یک چیزایی هم تعصب یه مقدارش هم به قول امریکایی ها اینتر جنریشنال of something حالا what is that something? میتونه تراما باشه میتونه تعصب باشه میتونه مهمان نوازی باشه میشه خوش اخلاقی باشه میتونه گذشت باشه یعنی یه چیزی که بچه در خونه و محیطی که باهاش معاشرت میکنه یاد حالا بعضیا که ایمیگرنت هستن نمیرن با بقیه آدمای دیگه با اتنیسیتی فرهنگ های مختلف معاشرت کنن در نچه یاد نمیگیرن راجع اونا اینا یه تصوری راجع به اونا دارن تعصبی دارن در مورد اونا حالا تعصب منفی یا هر چی مثبت که بدون علم و دانشه بدون اطلاعات کامله یه حدساییه یه چیزایی که بهش گفتن و این به اصطلاح چیز بعد یه دلیل دیگه اینه که ممکنه در یک جوامعی اصلا تعصب داشتن خیلی عادی مود باشه عادی باشه که مثلا چه اشکالی داره آدم به یه کسی به یه چیزی به یه روشی به یه فرهنگی به یه غذایی هرچی تعصب داشت همه تعصب دارن خب منم دارم تربیت هم که ما گفتیم البته تربیت راجع بهش یه مقدار باید ما با فکر باستر نگاه بکنیم برای اینکه در بعضی فرهنگ و اگه یه بچه مشکلی پیدا کنه آنان میان میگن که تقصیر پدر مادرش اینو درست تربیت نکرد بی تربیت به نظر من هیچ کسی بی تربیت نیست همه یه تربیت داره حالا یا تربیت خوب یا تربیت بد یا تربیت سازنده یا تربیت مخرب تنها کسانی که ممکنه تربیت نداشته باشن بی تربیت باشن اینی که یه نفری که صحرای جنگلی خودش تک و تنها بزرگ شده زندگی باشن. درسته ولی بچه که به دنیا میاد بالاخره اون پدر مادر ولی اون پدر مادر تنها کسانی نیستن که این چیزها رو تو مغز بچه ها میذارن محیط هم هست مدرسه هم هست ببین مثلا در خانواده کلاس کلان که خیلی نجات پرستن مخالف الان خیلی وسیع شده پرجودیس و تعصباشون الان شده به رنگ پوست به مذهب به نشنالیتی اتنیسیتی و غیره خوبه اغلب بچه که تو اون خانواده بزرگ میشن و احتمالا بقیه دوستا و معاشرین پدر و مادر و کوکلاس کلنن احتمال زیاد داره که اونا هم نجات پرست بشن ولی دیده شده که یه موقع میبینید توی یک از این خانواده ها یک بچه ای که بزرگ میشه جوان میشه وقتی میره تو محیط بازتر ممکنه با کسانی دوست بشه و بعد بره مطالعاتی بکنه و اصلا دیگه مخالف کوکلاس کلانا بشه اصلا نخواد با اونا کاری بشه یعنی در واقع تربیت و محیط و بایولوژی و همه اینا نقش خودشونو دارن در اینی که ما کی هستیم کی میشیم و کی خواهیم بود هر کدوم به یه مقداری تاثیر دارن خب حالا یه کم صحبت کنیم راجع به انواع تعصباتی که منجر به استثناعات دیسکریمینیشن و مسائل بدتری میشه یکیش همون نجات پرستیه من یادم میاد بچه که ما بودیم من در شرکت نفت زندگی میکردم خیلی فیلم های آمریکایی می آوردن. ما به زبان انگلیسی هم بود ما هم سعی کردیم بالاخره از کار بفهم و ما خیلی خوشحال میشدیم وقتی که آمریکایی ها اون سرپوستا رو قل قلقم برای اینکه اینو در واقع به ما تلقین کرده بودن که اینا آدمای های بدی هن، وحشی هن، و ما باید اینا رو از بین ببریم و ما هم دست میزدیم حالا بنده نه شاید بعضی و این به علت بیدانشی ما بود بی اطلاعات اون موقع هم اینترنت نبود خب نمیشم زیاد مقصر بکنیم رو. اطلاعات ما اونجوری میومد به دست و بعد بزرگ شدیم اومدیم آمریکا قانون چیزا رو خوندیم تاریخ رو نگاه کردیم به خصوص از آقای دکتر مدرسی باید تشکر کنیم که در کلاس های تاریخ و فلسفه یک خیلی این چیزها رو به ما یاد میدن ما در تاریخ و فلسفه و گذشته ها و غیره به قول مروح و حقوطه میخوریم و یاد میدیم خب بعد اومدیم اینجا یه سر چیزهایی خوندیم دیدیم. ای بابا اصلا این داستان یه چیز دیگه بوده بعد میبینیم تو کانادا هم همین کارا رو کردن با اون بدبخت ها اسکیمار برد. و خب ما در واقع یه کسانی بودیم که شسش مغزی شده بودیم حالا هنوز هم اگه هستن بعضی ها که هیچ اینجا نیست در این اتاق در این زوم هنوز هم من میبینم دوستاییم که خیلی واضح در میان مثلا میگن این قرمزها اینجوری ها این سبز ها اینجور ها. حالا من یادم مد ما به وسیله رنگ پوست چیز میکنم یه روز من با دختر کوچکترم چند سال بشه. صحبت میکنم یه در یه دفعه اشتباهی با اینکه اون همیشه به من گفت یار پولیتیکلی کورکت برای اینکه هیچ وقت نمیگه کانسل من هیچ وقت نمیگه چر من همیشه میگه چن موان چر پرسن پرسن حالا یکی چند روز پیش میگفت که نه من یعنی اینکه که من کاند خب ولی چرا و یکی هم بعد در اومد گفت چرا من کاند چرا نمیگید وومن کاند برای اینکه بچه از مادر بدونیم به هر این بحث رو کنار به من گفته پولیتیکا بعد چند وقت پیش من من چود در گفتم آره سرخپوستا یه دفعه دختر من گفت مامان این حرفا چی میزنی؟ تو که اونجوری رشیس نیستی؟ برای چی میگه سرخ گفتم ببخشید چی باید بگم؟ خب اسم به اسطلاح این نژاد این مردم از نمیدونم اوریجینال این هابیتاتس نمیدونم دونم, Original نمی دونم. Indigenous, غیره غیره سرپوس hey, هی هیل عوض میشه آدم نمیتونه به قول معروف به بیادش بخونه چی هست و حتی برای بلک هم که قبلا میگفتن بلک خیلی بدشون اومد بعد گفتن نیگرو بعدشون اومد دوباره افریکن امریکن دوباره گفتن نه بابا اینا یک چند قرن اینجا دوباره برگشتن میگن بلک یعنی من دوستای بلک هم میگن وی بلکس عوض میشه این صحبت و اینا و بعضی وقت سخته که آدم بدون همه چیزو و تعقیب بکنه خب پس این نجات پرستی که باعث دیسکریمینش های شدید میشه و ما راجع به این میدونیم خیلی سکسیزم مرد برتر است از زن یه نوع تعصبه که مبارزاتی شدن بر علیش و متاسفانه همین امروز اگر کسانی میگن این کسان یه ای در قدیم به خاطر اون زمان زنا رو به اصطلاح تحقیق میکردن یا هر چی همین امروز من اسم نمیبرم اگه هرکی بخواد بهش میدم یه آقای فیلسوف 67 ساله فارغ و تحصیل آکسفورد لندن سکول اف اکونومیکس که به عنوان یک فیلسوف شناخته شده یه چیزای ناجوری راجع به خانم ما گفته در نتیجه این مسئله محیط اون زمان اینا نیست این یک اعتقادی تعصبی و یا نظری است که به هر دلیلی تا ابد ادامه داشته و خواهد داشت از قدیم بوده الانم هم از همین امروز همین امروز دختر من شکایت داره میگه که من عنوان چایلن ادولسن سرکاتریز از یه مردی که همون کارش شادم کمتر بکنه که حقوقم هم کمتر دوست من که دخترش سکالوجیست مدرسه است دو سال پیش اینا پلاکارد گرفتن و اعتصاب که چرا حقوق ما باید از مرد کرد خب اینا هست هنوز حالا آره ما 2024 هستیم در مرد تا ما اون وایرینگ مغزمون راجب این تعصبات عوض نکنیم و هی بخوام توجیه کنیم به هیچ جا نمیرس یعنی مسئله تعصب اینه که اونایی که تعصب دارن یه راههایی پیدا میکنن یه جوری به قول معروف توجیه کنن و آدمای دیگر قانع کنن که نه این درسته این عقیده نوع دیگه هوموفوبیاست که همون ترس از هموسیکشوال که با اینا معاشرت نکنیم با اینا حرف نزنیم اینا چیزن و و خیلی جالبه که از نظر سایکاتری این رو به یک مریضی چیز میکردن و حتی تو دی اس دی هم بوده و این مقاله من خوندم که واقعا حالم بد شد میگفت مردایی که اون موقع خب زنا زیاد آشکار نبود مثلا لزبیان میگفت مردایی که گی بودن اینا اون روانپزشک اینا رو یک فیلمایی نشون میدن از دو تا مرد با هم و وقتی که این کسی که داشت فیلما رو میدید میخواستن معالجش کنن تحریک میشد حالش دگرگون میشد الکتریک شات بهش میدادن ای سی تی. آقای دکتر ماهانی بعدا به من بگید من اینو درست خوندم یا نه چون من اینا رو میخونم من خودم اختراکه که نمی کنم من میرم مقاله ها کتاب ها های مختلف و زیرو رو میکنم تا به سلاید پس این هموفوبی هم یک نوع ترسی ترسیست که اینجوری منیفست میکنه اینجوری آشکار میشه و بعد زنوفوبیا ترس از خارجی ها و فرهنگ دیگر که بعضی ها دارن و یه چیز جالبی که من به شما بگم اینه که بعضی وقتا خود ایمیگرن ها خارجی بر علیه خارجی های دیگه چیز میکنن میدون این دیده شد حالا من یه مثال هم بهتون بگم پسر من کوچولو که بود دبستان بود تو اون محل ما دوتا پسر هندی بودن این دوتا پسر هندی برادر برای اینکه به اون بچه های آمریکایی بگن We are وان of یو پسر من رو اذیت میکردن پسر من هم از رنگ پوست شبیه اونا بود هم بالاخره ما نزدیکی منظر ملیت و غیره ولی به خاطر اینکه اینا بیان بگن که ما مثل شما آمریکایی هستیم به خصوص بعد از هاستیت کرایز پسر منو اذیت میکردن تحقیر میکردن اذیت میکردن مثلا اتوار اتوبوس مدرسه که میشن یه لگت میزدن که بچه های دیگه بگن ها این با خارجی ها خوب نیست این با آمریکا خب ببینید بچه چقدر از کجا اینا رو یاد میگیره از کجا من دخترم چهار سالش بود پسر همسارمون تامی بود پنج سالش بود خیلی هم با هم دوست بودن منم با اون خانواده میرفتم گاه قهوه یه روز گفتم تامی یه شوخ تو با کیمیا یه موقع ممکنه ازدواج کنی گفت نه من نمیتونم گفتم چرا کیمیای ما هم فارسی حرف میزد هم انگلیسی گفت برای اینکه شی also یه بچه پنج ساله اینو از کجا یاد گرفت اینا محیط تربیت وگرنه یه بچه پنج ساله خیلی عکس من دیدم که بچه سیاپوس این یه بچه سفید این دوتا هم دیگر میدون می بقل هم میبوسن و ناز میکنن دوست میشن با هم چطور میشه که این بچه پریجیدیس میشه چطور میشه نسبت به یه بچه دیگه ای که اینقدر باش دوست دوستش داره چون یه زبون دیگه ببینید اینا محیطه یعنی ما مهاجرین بعضی نمیخواد قبول کنن ولی واقعیت اینه که ما خیلی مورد استثناعات و دیسکریمینیشن شما ببینید ما در این گروه هممون آدمایی هستیم که تحصیل کردیم دانشگاهی رفتیم نمیدونم بعض زندگی همون خونمون ماشینمون بد نبوده خوب بوده ولی من به شما بگم خیلی از مهاجران دیگه ای که وضعیت مالی و بینان نیستن با این مشکلات برخورد میکنن یه دوستی من دارم تو ریتیل کار میکردیم خانومی بود خیلی هم. به نظر من تحصیلات نذاشته بود شوهرش بکنه متوجه شد این شوهرش اجازه نداد تحصیل بکنه تحصیلش مجبور قطع بکنه به روز به من گفت که کاملیا تو نمیدونی تو در محیطی زندگی میکنی معاشرت میکنی که همه استادان دانشگاه و دکتر مهندسن بچه های ما که میرن مدرسه اونا یه دنیای دیگه ای اونا تحقیر میشن استثنا به شما میاد چیزا چرت پرد بشون میگه و این چیزیه که خیلی تجربه کردن من یادم یه گروه کامیونیتی سنتر داشتیم من سخنرانی میکردیم شعر میخوام هر یه روز من پاشدم یه صحبتی کردم راجع به اینکه بعد 911 گفتم که آره این جریان ها هست و بچه‌ها رو میکنن روز بعد یک از دوستا زرد گفت تو چرا انقدر خودت خسته میکنی گفتم چرا گفت برای اینکه اون حالا مثلا اسمش هرچی گلزار بود هر چی من نمی... یادم نیست یا نمیخوام بگم اه... گفت این کامیل هم چقدر ور میزنه چقدر بی خود از این چرتو پرتا میگه آخه این حرفو به چه درده بود به دوستم تو ناراحت نباش منم ناراحت نیستم اگر یه نفر فقط در این جمع بتونه استفاده کنه از این تکنیکا و حرفایی که من میزنم برا من کار چهار روز بعد همون خانمی که پشت من غور بود من زنز. گفت تو مدسی به پسر من میگن ساما بن لادن ازیتش میکنه من چیکار خب من اخلاقی ندارم که بگم من که گفتم یا چرا تو غور زدی یا هرچی اصلا به رو خودم نیوردم فقط براش توضیح دادم چیکار بکن چیکار نکن برو مدسی این منظور من اینه که محیط خیلی میتونه تاثیر بذاره رو آدم همونجوری گفتم اونایی که میرن ای, ای میتینگ ساعت چنده خانم دکتر من خیلی دیگه وقت ندارم نسکر. به هر حال پس تون تون باید برم از اقتصادی کلاسیزم ببینید در هندوستان کلاس کستینگ سیستم هست این تعصب دیگه که مثلا جینا با اون یکی کس ازدواج نمی کنن. یه گروهی هستن ما هند بودیم چند ما پیش یه گروهی هستن بهشون میگن untouchables و اینا مثلا کسانی که تو باغچه دانشگاه من میدیدم کام سوال که من همیشه سوال میکنم میخوام یاد بگیرم گفتن اینایی که این کارا رو میکنن زمینا رو میشن اینا آن تا بلن مم. ببینید اینا چی ها در 2024 یک آقایی که مزرعه داشت و به اصطلاح خیلی پول داشت و اینا قرنوبی رفت به شاه گفت تو که داری جنگ میکنی این همهم هم پول لازم داری تو اجازه بده پسر من بره اسکالر بشه بره درس بخونه میخواد معلم بشه من همین ثروت هم میدم تو برای جنگ به کار ببری شابش گفت نمیشه شما از یک گروهی هستید که اجازه هست خب ببین اینا چی آخه اینا تعصبات و کوته فکریایی که نصب به نصب به نصب به نصب حتی الان هم یار ما دخترمون به اون خانواده ها نمیدیم برای اینکه مثلا اینجوریان یعنی، یا اونجوریان یعنی، یه دلیلی داره که ما به اونها دختر نمیدن یعنی این دختر برده ماست حالای ماست و ما اینو میدیم یا نمیدیم ببینید همه این زرافت دارن این چیزا شما ممکنه متعص... متوجه ما نشیم که اینا تعصب کوتاه فکری به قول معروف بیخردیه ولی هست یعنی اگه دقت کنیم می... به هر حال یه مسئله دیگه مثلا توی هند خانمایی که طلاق میگیرن اینا آدمایی میشن که دیگه باید برن بیرون از جامعه یه خط خونه هایی هست که اونا اونجا زندگی میکنن برای اینکه طلاق توی هند اصلا درست نبوده رایج نبوده و خانمی که طلاق گرفته بالا به هر دلیل طلاق داده شده منفوره و این خیلی جالبه یکی از دوستای من خودش هندیه خانمش آمریکایی تز این خانم بر این اساس بود که میخواست بگه که چرا های هندی وقتی که ازدواج میکنن بعد چاپ میشن به خودشون نمیرسن و این رفت با آمار گرفت رفت اونجا با آمار و به این نتیجه رسید که دلیلش اینه که این خانوما میدونن شوهرها طلاقشون نمیدن چون رسم نیست چون اگه طلاق بدن دیگه اون وقت اون خانم زندگیش از اون. به هران. اینا ببینید اینا همه نشانه ها صورت های مختلف فاشیزم، پریشیزم، نمیدونم پریجودیزم استثناعات و این طرز فکر و حالا همونجوری که من گفتم دقت کردیم که حتی بچه های کوچیک هم در یه محیطی که باشن به اون محیط اخت میشن خو میشن و باورشون میشه به خصوص اینکه بچه ها به کی اعتماد میکنن به پدر و مادر به خالو و دایی و اگر اون آدم های پروژیدیست و نمیدونم نجات پرستی باشن فکر میکنن this is the right way. فکر میکنن این راه زندگی هم حالا نتایج تأثیر چیه یکیش جدا کردن گروه ها از هم و بی اهمیت کردن یه گروهی مثلا اینا اصلا خیلی آدم های اینا اصلا بی سوادن اینا مثلا شارلاتانن اینا 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 اونن. و ما بعد از اونا جدا باشیم جدایی بعد ناراحتی روحی به وجود میاره هم برای اون کسی که متعصبه اینا ناراحتی روحی از ذره بعضی ها و هم برای اونی که مورد تأثیر قرار میگیره شما ببینید من به شما قول میدم خیلی از بچه های مهاجرین لطمه های روحی خوردن حالا ما میتونیم انکار کنیم ولی واقعیت اینه که خوردن من به خاطر اینکه در محیط روانشناسان و پزشکان و روانکاوان چند سی و خورده معاشر بودم این کنفرانس ها رو گذاشتیم و این کار کردیم خیلی به این موضوع آشناتر هستم برای اینکه من مثال من یه خانواده نیست مثال من صدها خانواده محاجب. و دیگه چیزایی که به وجود میاره عصبانیت تنفره ببینید حالا این یه موقعی شاید راجع به تنفر من الان این کتاب فقط نشون میدم اگه ببینید The birth of ایش. hate ایش. تولد نفر که این رو در مالر سیمپوزیوم چندین سال پیش هر سال ما مالر سیمپوزیوم داریم که راجب توسعه روانی کودکان و اینا صحبت میشه و این مالر سیمپوزیوم که خانم مارگریت مالر یک روان پزشک روان و چایلد و دکتر اطفال بود که از اروپا اومد آمریکا در نیویورک و اینا یک اطلاعات و تحقیقات بسیار زیادی کرده و ایشون راجع به object relation و separation individuation اینا صحبت کرد که حالا اونای بحث های دیگه است و این تعصب پس باعث عصبانیت میشه باعث تنفر میشه و لیست بعدی خشونت aggression کسی که خیلی متعصبه به یه چیزی آدم های دیگه ای که مخالف اون عقیدش و هرچی که هستن نسبت بهشون ممکن خوشون نبشه ما ندیدیم ما ندیدیم یک شخصی با ماشین رفت توی گروه ادیرم کشت برای اینکه اون گروه ضد نجات پرستی بودن اون یکی گروهی که با ماشین رفتن زدن اینا رو نجات پرست. و بعد یکی هم اومد گفت They are all good people کجایی آدمی که میره با ماشین میزنه یه دیره میکشه گود پرسونه محیط مسموم میشه یه دیره مسموم میشن یه میمیرن از بین می و بعد این تبعیض گذاشتن ها همونجوری که گفتیم در جاهای مختلف دیده میشه حتی اگه خیلی پنهانی باشه به مرور این رو میاد به مرور مردم متوجه میشن و بعد یک کارای اقدامات دیگه که این متعصبه میکنن که ما میبینیم هیت سپیچ یعنی میان سخنرانی میکنن که مردم رو تحریک بکنن و به جون هم بندازن و خیلی هم بوده بود حتی اقل ما میبینیم معصر الان ما داریم اینو میبینیم چیزی نیست که یک تصور باشه یک واقعیت امروز زندگی ما و یا این تعصبات باعث میشه که یه عده بیان از یه قوانینی که برای بقیه برای همه در واقع خودشون هم حتی مزره دفاع کنن از اون قوانین کسانی رو بیارن سر کار که اون خواسته و تعصب اونا رو انجام بده براش به جامعه عمل بپوشن و ببینید کسانی که خیلی متعصبن به طور کلی معمولا یا اغلب نمیشه گفت همیشه به یک موضوع به خصوصی خیلی خصوص. در این کشور مثلا ما میگیم راجع به ابورش تاثیر داره یه و به خاطر اون حاضرن کسانی رو بیارن تصمیم گیرشون باشه برای زندگیشون برای آینده بچه هاشون نباهاشون که اون تعصب اونا رو به جامعه عمل حالا اگه این شخص بیاد و بیمه زند... هلت اینا رو قطع کنه مسکن و غیره و غیره و غیره تمام مزای اینا رو قطع کنه مهم نیست یک آدم عاقل و آگاه به صورت هالستیک نگاه میکنه به صورت کلی نگاه میکنه نگاه میکنه بگه خب حالا راجع به این موضوع من خیلی اصرار دارم اولا به من چه مربوطه من این مرد به قول مربی آقایی هم چرا باید برم مثلا اون دکتره رو بکشم یا اون به اصطلاح کلینیک ابورشن آتیش بزنم آقا من چه کاری تو آخر آقا جون این تصمیم شما نباید باشه ولی هست و اینجور آدما در نتیجه خیلی مورد سوء استفاده قرار میگیرند. چرا برای اینکه اون نقطه ضعفشون اون پرشر پوینتشون رو یه های حالا هرچی میخواد بگید میفهمن روی اون تاکید میکنن و اونا رو طرفدار خودشون میکنن و هر گند کاری که میخوان را و اینه که شما میبینید تعصب تا حالا که ما صحبت کردیم چیز مثبتی بود راجع بهش تا حالا ام ام. چیزی دیدین که بگم به چقدر خوبه این آدمی که تعصب داره مثلا خیلی آدم مهربونیه خیلی آدم عاقلیه خیلی آدم عادلیه اصلا عدالت ربطی نداره دیگه وجود نمیتونه و اینا است که ما و کسانی مثل ما میتونیم خیلی راحت بریم اینا رو تحقیق کنیم یاد بگیریم اگر داریم یه سری از این تعصب سعی کنیم اینا رو رفت کنیم به بشر یاد میگیره بشر هدف اینه که بهتر و بهتر بشه به تعالی برسه نه اینکه درجا بزنه توی عقیده یا توی یک سیستمی که مزر ولی اون تشخیص که نمیتونه بگه مزر بنابراین این, این تعصب همونطوری که گفتیم باعث سیاست های میشه من توجه شما رو میخوام به یک فیلمی بیارم که چند وقت پیش راجب اینجا صحبت کردم آقای دکتر زرین قلمه وقتی راجب فیلم صحبت کردن این فیلم رو فیلمی به نام سلما سلما یه شهری است در آلاباما که در زمان دکتر موتر لوتر کینگ و جان لوئیس که همین دو سال پیش عمرش به شما داد اینا برای گرفتن رای برای سیاپوستا خیلی مبارزه کردن و دکتر موتر لوتر کینگ هم به اصطلاح دنبال روی گاندی بود که نان وایلنس مبارزات نان وایلنس بدون خشونت و مندلام و اینا یک راه پیمایی کردن و, این و هر پلیس اینا رو میزد و هر اینا اصلا چیز نمیکردن کردن ریاکشن نشون نمی دادن و ادامه دادن خیلی فیلم قشنگی ببینیدش اگه من فکر کنم خیلی آموزنده است ایتیم. و همون باعث شد که در سال سال این چه سال یادم رفت لیندون جانسون بالاخره امضا کرد حق رای رو به سیاه داد برای اینکه اصلا معنی نداشت که یه عده در یک جای زندگی کنن و برای اون کشور این همه محصولات درست کنن کارگری بکنن مزارعشون و غیره غیره کارخونه ولی حق رای و تصمیم گیری در مورد زندگی خودشون نداشته اه و یک اثر دیگرش چیه؟ نصف خوشی جنسایت که در طول تاریخ بشر حالا میخوایم بگیم تمدن هرچی میخوایم بگیم جنسایت نسل بوده و هست و خواهد ما داریم الان مشاهده میکنیم و حالا ارمنیا یه جوری نسل کشی شدن جویش ها در آلمان یه جوری شدن الان یه عده دیگه دارن یه جای دیگه یه جوری میشن و این به اصطلاح یکی از خطرات بزرگ تعصبه برای اینکه متأصب میگه اینا اصلا ادمای بیخودیان اینا اصلا وجود اینا مزره اینا باید بمیرن برن بسوزن هرچی بشن که ما بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم مثال الجزیره رو مثلا بگیم که فرانسه اومد سالها اینا رو تحت کلونیزیشن استعمار خودش گرفت و یه چیزی که خیلی به قول معروف واقعا ناراحت کننده است اینه که این فرانسوی یه سری محلات رو محلا و خونه ها و ها سا... رو مختص خودشون کرده بودن و به الجزیری که پدر بزرگاشون و پدراشون ساخت مونا و خیابونا درست کرده بود میگن شما اجازه ندارید بیاید اونجا مگر اینکه پاسپورت اجازه نامه از ما بگیرید ببینید اینا لطمه های به بشریت که هنوز هم ادامه یا تو فیلم گاندی رو اگه نگاه بکنید اینا مبارزات با میکردن اون همون اجازه نامه ها رو بردن تو آتیش ریختن اگه فیلمش رو ببینید خیلی قشنگه ده بار من دیدمش دوباره هم حاضرم مبارزه با صول ولی خب یعنی چه ما هندی هستیم یا گاندی مثلا رفت توی چیز شهر به میتینگی که بود در اومد گفت به هندی که ببینید ما هممون بس دادیم زاده زادی چرا چون دولت انگلیس گفته که هر کی که سند ازدواجش به صورت انگلیس نباشه اون سند ازدواج بطلان خرابه اصلا وجود نداره در نشین همه هارون زاده این اینا ببینید چیزایی که بالاخره به جنگ و جدل و غیره ممکنه تبدیل بشه اه و تعصب همین که بالاخره ممکنه به خشونت چه از این طرف چه از اون طرف چه اونایی که متعصبن چه اونایی که مورد تعصب قرار و ظلم قرار گرفتن و اینه که این چیزا رو ما شاید دقت نمی کنیم ولی در عرض روز و اینو داره اتفاق میافته ما باید چیکار بکنیم واقعا ما یه عده ای انسان که اینجا یه آدم تحصیل کرده و فهمیده و به قول معروف حالا عاقل و باخرد هستیم واقعا چطور میتونیم با این مسائل مبارزه کنیم چطور میتونیم مطمئن بشیم که کسانی که اینقدر مزر هستن نیان تصمیم گیر زندگی ما بشن اینا رو باید ما دقت و یکی از چیزهای دیگه تعصب دنبال قدرت بودنم هم هست یعنی اینکه مردم رو تحت فشار بذاری قدرت پیدا کنی بر سر اونا بر اونا و بعد خواسته های خودتو به جامع عمل بپوشی و این کارایی که همین به قول معروف اتنیسیتی اتنی کلینزینگ یا همین کشتن نجاده های مختلف و اینا بالاخره به جاهایی رسیده میرسه و خواهد رسید که اون مردم دیگه ممکنه نتونن تحمل کنن یه فیلم از من رو یه فیلم ها صحبت میکنم چون خیلی من از فیلم چیز یاد میده. فیلم اسمش بود ایناف که این خانم جیلو بازی میکرد داستان یه زنی بود که با یه مردی ازدواج میکنه آمریکایی و اون مردی بسیار خشن ابیوزیف اذیت کن بود و خیلی اینو اینم این هم تعمل. بعد یه مدت به فکر افتاد رفت کلاسای سلف دیفنس و کاراتو یه روز که این شوهر اومد حمله کرد بهش بزنتش این ترتیب شوهره رو داد حسابی در و داغونش کرده با دخترش فرقه حالا بقیه داستان اگه میخواید میتونید بهش نگاه کنید سال 2002 فیلم ایناست یعنی یه موقعی میشه که آدما میگن این ایز دیگه نمیتونن تحمل کنن و این کارایی که انجام میشه به صورت استریوتاپ یا به صورت روش های مختلف یه مقدارش هم یه حالت به قول معروف ستیب گوتی داره یعنی چی؟ یعنی اینا میگن که علت پیشرفت نکردن ما یا علت مثلا هر چی که مشکلی که ما داریم این گروه هم اینا باعثن که باعث شدن که ما نتونیم پیشرفت کنیم یا هر چی هر کاری که میخواستیم کنیم یعنی در واقع میان به اینا گیلت فیلینگ میدن و این گیلت فیلینگ رو مسئلهش اینه که خیلی وقتا ممکن اون آدما خودشون باورشون بشه که آره ما لیاقت نداریم ما آدم های چیزی هستیم تنبلیم اینیم این این اونیم این. و در روانشناسی گاهی وقتی آدم با افرادی که ناراحت دارن صحبت میکنه اثرات اینا رو میبینه حتی در خانواده آقایی بود به نام پال فینک حالا آره شد آقای دکتر معانی بشنسن که ایشون روان پزشک و روان و چالد و اینا بودن یه روز برای ما تریب نمیگفتن من این مریضش هم یه جوانی بود کارش خوب میشد و یکم پیش رفت میکرد به یه دفعه یه کار عجیبی میکرد دوباره میافتاد پایین گفت با یه بار افتاد بیمارستان بالاخره رفتم گفتم از عزیز من تو چته چرا این کارا رو میکنی و من وقتی به... از بچه بودم مادرم به من میگفت تو احمقی بیشعوری you won't amount to anything هیچی نمیشی و من هر وقت میرم یه کاری میکنم دارم پیشرفت میکنم یه دفعه اون صدا میاد و من یه کارای عجیبی میکنم که تیشه شما یه آقای دیگه به نام دکتر ایوان ناش که این ایشون پدر فامیلی تراپی کانتکسچوال فامیلی تراپی استاد من بودن در فامیلی اینستیتوت چند سال پیش عمرش میذار خیلی اون موقع هم که استاد من بودم گفتم 90 داشت در این کانتکسچوال فامیلی تراپی چیزای مختلف داره ولی یکی از چیزش اینه که این چیزی که ایشون درست کرد ابداع کرد بهش میگفت سلف دیستراکتیو انتایتلمنت یعنی که من حق اینو دارم که خودمو بکشم خودمو از بین ببرم خودمو شکست بدم خودمو اگر به قول معروف کار خوب شده من یه کاری بکنم که یعنی این حقمه که خودم رو نابود کنم تیشه بریشه خودم و این رو جالبه در بعضی من در رزیدنشال که با بچه های جوون و اینا به اصطلاح کار میکردم کمک میکردم میدیدم یه بچه که حالشون خوب میشه و دیگه باید برگردن برن خونه یه دفعه دو روز قبل یا یه روز قبل یه کار عجیبی میکنن که دوباره میگن نباید یه ماه دیگه بره. حالا به خاطر اون سلف دیستراکتیو انتایتلمن بوده یا به خاطر این بوده که اون خونه کجای خطرناکی براشون هست پدر مادر یا الکلی یا اینا یا اونن و اون بچه نمیخواست اینجا بره در نتیجه خیلی از این آدمایی که مورد تعصب و ظلم و ستم قرار میگیرن اصلا اینو اینترنالایز یعنی اصلا میره توی فکرشون که اینا لیاقت نداشتن اینا حقشونه که باهاشون بد رفتاری بکنن و در نتیجه اینا به قول معروف باورشون میشه بی ارزشی خودشون حالا برای اینکه وقت تموم داری میشه الان چه و... چقدر دیگه وقت دارم؟ خواهم دکتر دیگه تقریبا هشت دقیقه خب من اینه تون تون میکنم خیلی مطلب هست من اینقدر زدم 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 بازم چطوری میتونیم مبارزه رو کنیم با تأثیر یاد بگیریم راجع فرهنگ های دیگر و تجارب انسان هایی این چالش ها بسا... چلنج کنیم بیایم این فرضیات خودمون رو مطالعه کنیم ریویزیت کنیم بریم دوباره بخونیم ببینیم خب آخه ما که اعتقاد داریم آدمایی که رنگ پوستشون بنفشه بدن حالا واقعا چین چیزی هست یا نه حالا یکی به ما گفته ما باور شده و بریم ببینیم, ببینیم این هست یا نیست بعد بتونیم یک محیطی درست کنیم که صحبت کنیم دوستانه راجع به مسائل فکرامون رو باز کنیم و یا یک سیاست ها و اقداماتی بکنیم که الان مد شده میگن الان ما سنترمون یه گروه کمیتی داریم که منم جزشونم بهشون میگیم اینکل... دایورسیتی اند inclusion یعنی آدمای مختلف بیان و ما اونا رو قبول کنیم وارد گودمون بکنیم وارد گروهمون بکنیم و از اونا چیز یاد بگیریم و خودمونو به اصطلاح تربیت بهتری بکنیم راجبه به این موضوع. و تشویق بکنیم مردم رو به اینی که به گروه های مختلف یعنی احترام بذارن حالا این خیلی جالبه میگفتم که بعضی ایمیگرنت ها خودشون به قول مرو به خودشون بدترن یه روز من رفتم یه قالی فروشی سالها پیش یه خانم آقای دیدم آقای که دکتر بود خانم خانم دکتر بود البته خیلی هم ژست و پستی نه من فهمیدم این دونی در منم به خانم گفتم که شما ایرانی هست بله گفتم خب پس اینجا ایرانی این اطراف زیاده شما با ایرانی ها دوست نه ما با ایرانی ها معاشرت نمی کنیم به قول معروف من دیگه چیزی نگفتم به این شخص بلکه به این شخص دیگه چی بگم خواستم پر که خودت ایرانی نیستی مگه ما مبار ایرانی نبودن مگه ببینید یعنی این یه نوع دفاعه یه نوع سیستم دفاعیه برای بگه من با ایرانی کاری ندارم پس به من کسی اذیت هم نکنی چون ایرانی هست الان چون وقت زیاد نیست من یه چند تا کوچیک چیز دیگه میگم حالا برای اینکه ما ببینیم آیا کیا متاسمن کیا نیستن امروز تست مختلفی درست شده برای هوش برای هر موضوع دیگه مسائل روانشناسی یک سری تست هم هست برای اینکه ببینیم تست تعصب حالا من تون تون میگم تستی هست که بهش میگن implicit association test نه تا تست هست دیگه نمیتونم وقت ندارم همه رو بگم اگه کسی دلش بخواد براش میفرستم نه تا تست هست که میتونن با این کوشنر با این سوال و جواب تشخیص بدن که چه کسی تعصب بیشتر داره کمتر داره متعصب یا نه اینا خیلی آموزنده است و چه بسه لازمه چه بسه وقتی شما میخواید یکی استخدام کنید بعد نیست که از این تست دارم بشه به... یا یک کسی رهبر کمپانیتون بکنید چون اگه اون شخص متعصب و ریشیست و غیر و غیر باشه خب تمام محیط کار رو مسموم خواهد کرد درسته به هر حال این تستا هست حداقل نه ده تا ببخشید 10 تا تست هست هر که خواست من براش میفرستم یه دو دقیقه راجع به دیتا صحبت کنیم برای اینکه ما وقتی حرف میزنیم باید به تحقیقات و آمار هم رجوع کنیم وگرنه حرفمون ممکنه زیاد مورد قبول قرار بگیره در 2020 پیو ریسرچ سنتر متوجه شدن که 56 پرسنت آمریکایی‌ها بایاستن یه طرفه یه تست دیگه ای هفتاد درصد دیده نزدیک در داره 2020 هزار دوباره Public Religion Research um, Institution تست کرده دیده 27 درصد آمریکایی ها مخالف سیاه پوستان 24 درصد مخالف هیسپانیکا هستن 21 درصد زد ایژین هستن 18 درصد زد جویش هستن 15 درصد ضد مسلم ها هستن این خیلی جالبه به اینکه این سیاپوستایی که اومدن این کشورم اینقدر ساختن تعصب و استثنا و راجی به اونا بیشتر از مسلمون است که الان اینقدر اسلامیک فوبیا دارن خیلی ها. این یعنی برای اینکه در ریشه وجود اینا در اون آنکان، چیزشون ساخته شده پرداخته شده جا گرفته که مثلا سیاپوستا بدن یا هر چی خب خیلی درصد بالاییه یعنی 27 درصد از 20... یک چهارم مردم آمریکا یه چنین فیلینگایی دارن یه چنین اعتقادایی دارن اه و اه یه دیتاای دیگه هست که گفته 58 درصد مخالف سیاپوست اینو های مختلفه و بعد هیت کرایمز یعنی کارهایی که مردم جنایاتی میکنن بر علیه ی ادهی به خاطر نفرت پریجیدیز در سال 2020 7759 تا هیت کرایم بوده در این کشور و این خیلی رقم بالا است درسته 52 5 درصد 52 ممیز 5 درصد این بوده در بین حالا یه مقایسه کوچیکم به اروپا و آمریکا رو بکنیم و تموم میشه خام دکتر نگران در آمریکا و اروپا مدن مقایسه کردن قضاوت‌های فردی تجربه های شخصی و غیره و دیدن که اینا هم همه تحقیق آماریه یعنی چیزش رو به قول من همینجوری حدسی نیست گفتن که اروپا یا بیشتر تحمل دایورسیتی رو دارن که البته ممکنه یه ایده الان دست بالا کنن و بگن نه من در ویان بودم و به من تبعیض شد و به خاطر کسی که هستم ایرانیام یا رنگ پوستم اینا و من این تجربه رو کردم توی ویان ولی ممکنه یکی بیاد بگه که نه من ویان بودم و هیچ اینجوری نیست خیلی هم. این تجربه یه تجربه شخصی یه نفره ما نمیتونیم روی تجربه یک دونه سمپل یه دونه آمار کوچولو بیایم کلی کنیم بگم بله همه قدرشی ها مثلا نه در اینکه ما آمار شخصی ما خیلی محدوده سمپلاش خیلی کمه یک دو سه بعد گفتن اروپایی نسبت به مالتی کالچرال پالیسی خیلی اوپن ترن برنامه هایی دارن و یک برنامه های اجتماعی میذارن که مردم رو آشنا کنن با فرهنگ های دیگه بازم میگم اینا حرف من نیست اه آمریکایی مور بیشتر اندیویژوالیستیک هستن یعنی بیشتر فردی هستن و خب این ممکنه یکی از نتایج پریجیدیس هم باشه من نمیدون پیو اگن ریسرچ در 2020 دیتا پیدا کرده گفته که در آمریکا یا 54 درصد به دایورسیتی معتقدن به تنوع و اینی که اون باعث پیشرفت کشورشون میشه آلمانا آلمانا که اونقدر رشیست بودن حالا هرچی ما نمیدونیم هفتاد و یک درصدشون گفتن دایورسیتی خوبه برای پیشرفت کشور فرانسه فرانسوی هفتاد و سه درصد و انگلیسی ها هفتاد, هفتاد و هفت درصد دوباره میگم پیو فاندشن یه جای خیلی معتبری اینا آمارای علکی پلکی نمیدون و در سال 2019 European Social Survey ESS میگه که 27 درصد از آمریکایی‌ها با همسایه های خودشون راحتن معاشرت میکن. ولی در اروپا 43 درصد 23 کشور آمار گرفتن و دیدن 43 درصد اروپایی راحتتر باهم بازم میگم ما دیتای شخصی خودمون که یک یا دو یا سه تا ابزرویشن داره تو آمار زیاد قابل قبول نیست ما باید آمار کلی رو نگاه م. کنیم توسط مؤسسات معتبر yes. خیلی ممنون میبخشید اگه به قول مرو یه چیزایی گفتم که حالا من از خودم هیچ کدوم از اینا رو نساختم به جز چند تا خاطره که گفتم که حقیقت بره و مطالعات بقیه رو که من چیز کردم م. و این کتابایی که من مصرف کردم بیشترش خیلی مجنبایی روانشناسی و روانکاوی داره ولی من دیدم این موضوع رو بهتره به صورت مجموعه ای بگم تا اینکه برم ریز فقط مسئله روانشناسی روانکاوی بگم به صورت جامع به قول خودم میگم هاریزونتال rather than vertical. که یه موضوع رو بگیرم اینجا و برم خیلی ممنون خیلی ممنون تشکر کنم مرسی خیلی ممنون